اولش یه فیلم مستند بود، در مورد شهید ستاری هم نبود، در مورد ساخت این هواپیما بود و قهرمان فیلم مهندس صناعی بود. اون مصاحبه تو تیتراژ آخرم اونم من خودم گرفتم چند ماه قبل از فوتشون از ایشون. ولی فیلم منابع تصویری نداشت، یعنی ما وقتی که تصمیم گرفتیم فیلم مستندش رو بسازیم منابع تصویری مناسب براش پیدا نکردیم. برتون منابع تصویری از ساخت اون روند ساخت زمانی که اینو ساخته بودن تصویربرداری نکرده بودن. ولی برای من خیلی جالب بود که اینا سال 65 تونسته بودن بالاخره یه F5 رو کپی کنن. اول تو نسخه اولی هم که نوشته شد بازم شهید ستاری قهرمان قصه نبود، روند ساخت هواپیما بود به لحاظ فنی، یعنی مهندس صناعی قهرمان قصه بود. ولی مشکلی میگه آخه فیلم رو تماشا من دیدم این جذابیتی برای دوران الان نداره. ما مجبور شدم که شهید ستاری رو بکنم قهرمان قصه که اون مسائلی که باش درگیره مسائل امروز ما هم هست. اونی که حالا مثلا مهندسنایی اون دستگاه رو چجوری ساخته اینا، این احساس کردم که برای مخاطب امروزی جذابیت نداره. برای بروز شدن فیلم نقطه نگاه قصه عوض شد. نزدیکی داره مخاطب با اونها، حداقل تعدادی هستن که از نزدیک میشناسن این بزرگواران رو، باشون زندگی کردن، خلقیاتشون رو میدونن، کار رو یک خود در واقع سخت میکنن. زمانی که کیمش مرادی در واقع اول فیلم نامه رو فرستاد برای من گپ زدیم و بعد حالا بای سرمدی صحبت کردم، احساس کردم خود کار سختیه، خیلی کار مشکلی، برای اینکه توی 90% در واقع سکانس ها خود تیمسار ستاری حضور داشت، این کار مشکل بود. من که عضو خیلی کوچیکی بودم در این فیلم، ولی فقط با راهنمایی که آقای سرمدی داشتن ما تصمیم گرفتیم که یه ذره شخصیت زن شهید ستاری متفاوت تر بازی کنیم، از این نظر که مثل بقیه سریاله که زن شهید یه المانایی داره که شاید یه ذره کلیشه شده رو یه ذره حذفش کردیم و مثل بقیه زنها بود که یه خواسته هایی از شوهرش داشت، خونه براش مهم بود، فرش براش مهم بود، زندگی براش مهم بود و یک آدم معمولی رو من تمام تلاشمو کردم که یک زن خیلی معمولی مثل بقیه زنها رو بازی کنم، نه اون کلیشه‌ای که تا حالا توی سریالا و تو سینما دیدم.